سلام. در ویدیوی پیش رو ضمن گفتگویی که تلویزیون فارسی اسماعیلی در روز 28 بهمن 1400 با من انجام داده درباره کتاب اولم ولایت بدون سرزمین، شبکه توسعه آخان و امامت اسماعیلی که در سال 2014 انتشارات پلگریف چاپ کرده است، به چند تا سوال پاسخ دادم. در فرصت‌های آینده سعی خواهم کرد روایت تفصیلی تری از مضامین کتاب به شکل تصویری ارائه کنم، ولی اجالتاً گفتگوی پیش رو به زبانی ساده مضمون کلیدی کتاب رو توضیح میدن. این کتاب اولین و جامع‌ترین کتابی است که با تکیه بر نهادهای شبکه توسعه آخان تحلیل روشمندی از تحولات معاصر جامعه اسماعیلی ارائه میده. کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده و این کتاب با رویکرد میان رشته‌ای نوشته شده، در نتیجه از نظریه‌های علوم سیاسی گرفته تا فلسفه، تاریخ و عقاید کلامی دینی میشه در این کتاب مضامینی رو پیدا کرد. از تلویزیون فارسی اسماعیلی که این گفتگو رو تدارک دید سپاسگزاری میکنم. این شما و این گفتگو درباره ولایت بدون سرزمین. آقای دکتر محمدپور، پژوهشگر ارشد و مدرس مؤسسه مطالعات اسماعیلی است. او در سالهای اخیر علاوه بر تدریس فلسفه اسماعیلی، نخستین کتاب خود را در سال 2014 با عنوان ولایت بدون سرزمین، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی منتشر کرده است. او همچنین ویرایش فارسی تازه و ترجمه انگلیسی از کتاب عبرت افزا خاطرات 46 امام اسماعیلی حسن علی شاه آقاخان اول را با همکاری دانیل ببن در سال 2018 منتشر کرده است. اخیرترین اثر وی ویرایش فارسی و ترجمه انگلیسی منقح تازه‌ای از مجلس مکتوب خوارزم شهرستانی به همراه مقدمه‌ای مبسوط درباره رابطه شهرستانی و اسماعیلیان است. آقای دکتر محمدپور، به برنامه با هم خوش آمدید. سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید. برای ما بگویید که انگیزه شما از انتخاب این موضوع و پرداختن به آن چه بوده است؟ کتاب ولایت بدون سرزمین در واقع نسخه منقح رساله دکتری بنده است. اغراق نخواهد بود اگر بگویم که این موضوع به تصادف و بدون تصمیم گیری منسجم قبلی وارد پژوهش دکتری من شد. اولین موضوعی که برای رساله دکتری پیش روی من بود، پژوهش درباره اسلام و دموکراسی بود. در آن روزگار، یعنی حدود 20 سال پیش، موضوع سازگاری اسلام و دموکراسی موضوع بسیار داغی بود که ذهن و قلم بسیاری از پژوهشگران حوزه علوم سیاسی رو مشغول میکرد. وقتی موضوع رو با استاد راهنمام در میون گذاشتم، اولین واکنشش این بود که بسیار کسان درباره این موضوع مطلب نوشتن و همچنان مینویسن. به تعبیر دیگر، فضای آکادمیک اشباع است از اینچنین نوشته ها. استاد راهنمای من با مؤسسات امامت اسماعیلی و به طور خاص با الگوی رهبری امام حاضر آشنا بود. بعد از کنار گذاشتن موضوع اولیه، پیشنهاد استاد من این بود که درباره امامت اسماعیلی در روزگار معاصر کار کنم. به چند دلیل. اول اینکه دسترسی مستقیم و بلا واسطه به منابع اولیه داشتم و بسیاری از موانعی که بر سر راه دیگران بود برای من وجود نداشت. دوم اینکه در بین مسلمانان الگوی رهبری امام اسماعیلی حاضر کمتر شناخته شده بود. سوم اینکه از منظر علوم سیاسی و از زاویه مطالعه الگوهای رهبری به طور کلی، نمونه امامت اسماعیلی نمونه خاصی بود که در هیچ قالب شناخته شده‌ای نمی‌گنجید. این بدیع بودن الگوی رهبری جماعت اسماعیلی و به طور خاص ویژگی های این امامت در جهان معاصر بود که موضوع را تبدیل به یک موضوع منحصر به فرد میکرد. مضاف بر اینها، تجربه شخصی من از نهادهای امامت اسماعیلی این بود که یک جایی چیزی تغییر کرده است. دریافت من این بود که در برخورد امامت اسماعیلی و جماعت اسماعیلی با روزگار معاصر، با تغییر کردن مسئله ها، روش ها هم به فراخور تغییر مسئله ها دگرگون شدند.
دقت کنید که این نکته ممکن است به چشم بسیاری بدیهی به نظر برسد که با تغییر مسئله راه حل هم طبعا تغییر میکند. اما اگر امامت اسماعیلی را با رهبران سایر ملت‌ها، ادیان، مذاهب مقایسه کنیم، به روشنی می‌بینیم که راه حل‌ها یکسان نیستند در مورد اینها. دغدغه اصلی من این بود که ریشه های این تفاوت رو در چشم‌اندازها و بینش امام اسماعیلی حاضر و همچنین در سنت و تاریخ اسماعیلی جستجو کنم و تصویری سرراست‌تر و قابل فهمتر از این دگرگونی ارائه بدم. برای بسیاری از ناظران بیرونی که پیوستگی تحولات تاریخی اسماعیلیان رو مد نظر ندارند و خیلی مقطعی و از هم گسیخته به مذهب اسماعیلی نگاه میکنند، علت تفاوت چیزی نمیتواند باشد جز اینکه از نظر اینها اسماعیلیان خیلی سکولار یا دنیوی شدند و نهادهای امامت اسماعیلی بر مبنای گردش سرمایه میچرخند که هر دو تصور از اساس اشکال دارند. واکی از تحلیل سطحی نگرانه از جماعت و امامت اسماعیلی است. این کتاب کوششی است برای فهم تحولات امامت اسماعیلی در بافتار سنت و تاریخ و در عین حال مسئله های روزگار معاصر. مضمون و مدعای اصلی کتاب چیست؟ این کتاب در حقیقت یک محور اصلی دارد که چکیده و خلاصه این رو در اون حدیث منسوب به پیامبر که در ابتدای کتاب نقل شده است میتوان یافت. امامت اسماعیلی در روزگار معاصر مبشر حفظ توازن و تعادل بین دین و دنیاست. این نکته البته برای خیلی ممکنه بدیهی به نظر برسد، ولی وقتی که به توضیح مسئله میرسیم میبینیم ماجرا پیچیده تر از اون چیزیست که در بادی امر به نظر میرسد. در چشمانداز امام اسماعیلی حاضر، دین نباید پای منافع دنیوی قربانی شود و از دنیا هم نباید به اعتبار دینداری غفلت کرد. نمی شود گفت که چون زندگی بشری محدود است و زندگی بعد از مرگ جاودانه است، زندگی دنیا سزاوار توجه، صرف وقت و سرمایه گذاری ما نیست. چشمانداز امام اسماعیلی و در حقیقت گوهر اصلی مذهب اسماعیلی در روزگار معاصر این است که دین و دنیا را همزمان باید جدی گرفت. کانون این رویکرد هم توجه به سعادت و رضایت انسان‌ها در دنیا و آخرت است. در نگاه امام اسماعیلی حاضر، دین برای این نیست که انسان‌ها به خدمتش در بیان. دین برای بهبود وضعیت زندگی آدمی است. دین خادم سعادت انسان است در این جهان و در آن جهان. در نتیجه پرداختن به امور دنیوی و تمتع از لذات این جهانی نه قبیح و مذموم است، نه معصیت آمیز و گناه‌آلود. این مضمون البته در سنت چیز تازه‌ای نیست. از مولوی گرفته تا سعدی، خیلی از صوفیان و عارفان ما این نکته رو خیلی خوب می‌دانستند که بدون برخورداری از حد اقل‌های زندگی سالم دنیوی، به طور معمول رضایت یا تجربه معنوی و دینی به سختی حاصل میشه. به هر تقدیر مدعای اصلی کتاب این است که اگر قرار باشد یک مضمون یا تعبیر پیدا کنیم برای توصیف امامت اسماعیلی و کلیت این نهادها از جمله شبکه توسعه آقاخان، آن تعبیر همانا چیزی جز این نخواهد بود که امامت اسماعیلی نهادی است برای بهبود کیفیت زندگی اسماعیلیان و تمام کسانی که جماعت اسماعیلی در میانشون زندگی میکنند. و توجه به بهبود کیفیت زندگی غیر اسماعیلیان از منظری دور از تقسیم بندی های جدلی انجام میشود. غرض و هدف بهبود کیفیت زندگی دیگران جذب و تبلیغ یا دینگردانی نیست. این رویکرد برآمده از چشم‌اندازی است که در عین حال ریشه در سنت دارد و اونم این است که حال و روز خوش من و شما بدون خوشی و سعادت همسایگان و اون کسانی که با ما تفاوت دارند حاصل نمی شود. این نکته طبعا در جهان پیشامدرن هم به وجهی صادق بود، ولی در روزگار ما که فاصله ها کمتر شده، مرزها کم رنگتر شده است، دنیا به هم پیوسته تر شده، اهمیت بیشتری دارد. این همون سخن سعدی است دیگه، که بنی آدم اعضای یکدیگرند یا اعضای یک پیکرند.
در نتیجه چیزی که بلافاصله به چشم میاد یک گردش فکری است که اینجا جذب و تبلیغ و یادگیری از این اون نه اولویت دارد نه سودی برش مترتب است. این بهبود کیفیت زندگی کل آدمیان است که به سعادت جمعی همگان منجر می شود. بهشت آن جهانی هم با بیتوجهی به امنیت، رفاه و کیفیت خوب زندگی این جهانی تحقق پذیر نیست. در نتیجه زندگی بشری در همه ابعاد و جوانبش باید جدی گرفته شود. دنیا پلید و گناهالود نیست. این انسان ها هستن که با انتخاب ها و تصمیمات خودشون چه به دین و چه به دنیا وش اخلاقی یا غیر اخلاقی میدن. I am fascinated and sometimes frustrated when representatives of the Western world, especially the Western media, try to describe the work of our Aga Khan Development Network in fields like education, health, the economy, media, and the building of social infrastructure, reflecting a certain historical tendency of the West to separate the secular from the religious. They often describe it either as philanthropy or entrepreneurship. What is not understood is that this work is for us a part of our institutional responsibility. It flows from the mandate of the office of the Imam to improve the quality of worldly life for the concerned communities. این کتاب چه چیز تازه‌ای دارد که در کتب پیشین نیست؟ تفاوت عمده این کتاب و آنچه که قبلا چاپ شده است در چیست؟ یکی از مدعیات اصلی کتاب به چالش کشیدن این تصور است که مسلمان ها دقیقاً به خاطر مسلمان بودنشون نمیتونن در دنیای معاصر خوب زندگی کنن و زندگی اخلاقی و سالمی داشته باشن. یعنی به تعبیری نمیتوانن هم مسلمان باشن هم مدرن. این دیدگاه البته برآمده از یک برداشتی است که ریشش به چندین قرن پیش باز میگردد که بر اساس این مدرن بودن تنها یک نسخه دارد و بس، و آن نسخه این است که همه آدمیان در همه جای دنیا همان راهی رو که اروپا پس از رنسانس و عصر روشنگری رفت دنبال کنند. از این منظر هیچ راه دیگری برای مدرن شدن وجود ندارد الا اروپایی شدن. این نگاه در زبان و ادبیات علمی دانشگاهی عنوانی دارد، اسمش هست اورینتالیسم یا نگاه شرق شناسانه به کل شرقی‌ها از جمله بسیاری از مسلمان ها. یک بخش مهم کتاب من نقد و سنجش این رویکردها در چارچوب تحلیل های ماکس وبر جامعه شناس آلمانی است که خود ماکس وبر هم از چهره های نام‌آور تصور منحصر به فرد بودن مدرنیته اروپایی بود. وبر البته به خاطر ارائه الگویی از مدل های مختلف رهبری، یعنی مدل های سنتی، مدل های کاریزماتیک و حقوقی عقلانی دیوان سالارانه هم شهرت دارد و در نتیجه از دو جهت ماکس وبر در کانون بحث های این کتاب قرار دارد. مدعای اصلی کتاب این است که امامت اسماعیلی مثال نقضی است برای نظریه های وبری به شکلی که وبر درباره منحصر به فرد بودن مدرنیته اروپا صحبت میکرد. در پاره‌ای از آثار پیشین عده امامت اسماعیلی و جماعت اسماعیلی رو مصداق نظریه‌های وبری می‌دونستند. به این توضیح که جماعت و امامت اسماعیلی بر اساس الگوهای اروپایی مدرن شدند. و امامت اسماعیلی دیگر نه سنتی است، نه کاریزماتیک به معنای که از درون سیاسی می‌فهمیم، بلکه به اعتبار نهادهایی که دارد ساختاری یکسره حقوقی، عقلانی، بوروکراتیک پیدا کرده است. کوشش من در این کتاب این بود که نشان بدم این برداشت‌ها در نگاه نخست ممکن است یک حسی از حقیقت داشته باشند، ولی وقتی که به لایه‌های عمیق‌تر نهادهای امامت اسماعیلی و اندیشه‌های شخص امام اسماعیلی در روزگار حاضر مراجعه می‌کنیم، این برداشت‌ها یکی یکی فرو می‌ریزند. Honoring one's own identity need not mean rejecting others. One can embrace an ethnic or religious heritage while also sharing a sense of national or regional pride. To cite a timely example, I believe one can live creatively and purposefully as both a devoted Muslim
and a committed European. To affirm a particular identity is a fundamental human right, what some have called the right to be heard. But the right to be heard implies an obligation to listen, and beyond that, a proactive obligation to observe and to learn. Surely one of the most important tests of moral leadership is whether our leaders are working to widen divisions or bridge them. از زمان چاپ این کتاب در سال 2014-1392 تا کنون چه تحولات تازه‌ای در این حوزه رخ داده است؟ مهمترین تحولی که از زمان چاپ کتاب رخ داده است نهایی شدن و تحقق عملی توافق دیپلماتیک بین امامت اسماعیلی و دولت پرتغال است. در سال 2018 مصادف با جشن‌های 60مین سال امامت امام حاضر، مسند امامت اسماعیلی به طور رسمی به لیسبون پایتخت پرتغال منتقل شد و از این پس عنوان رسمی اون شد دیوان امامت اسماعیلی. برای اولین بار امامت اسماعیلی همتراز یک دولت سیاسی جایگاه دیپلماتیک پیدا کرد و از حقوق و مسئولیت‌های سیاسی هر دولت دیگری برخوردار شد. دقت کنید که امامت اسماعیلی و جماعت اسماعیلی دولت ملت ندارند. نه دولت اسماعیلی در جهان داریم، نه ملت اسماعیلی. ساختار نهادهای امامت و جماعت اسماعیلی هم به گونه ایست که شکل دادن یا ایجاد هر چیزی شبیه به دولت ملت اسماعیلی مترادف خواهد بود با فروپاشیدن و بلا موضوع شدن تمام این نهادهای موجود. تنها نهاد دیگری که با دولت پرتغال توافق مشابهی دارد واتیکان یا کلیسای کاتولیک است. حالا چرا این تحول مهم است؟ به خاطر اینکه برای اولین بار در طول تاریخ امامت اسماعیلی بدون در اختیار داشتن کشوری و بدون داشتن ولایتی سیاسی بر سرزمینی از مزایا و آزادی‌های فعالیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای بهبود کیفیت زندگی جماعت اسماعیلی و کسانی که جماعت اسماعیلی در بینشون زندگی می‌کنند برخوردار شده است. پرتغال اولین کشوری است که امامت اسماعیلی را در این تراز به رسمیت شناخته است. حال فرض کنید که دیوان امامت اسماعیلی در دنیای معاصر منحصر به همین یکی نباشد. در واقع تکثیر این نوع قراردادها و توافقها امکانی به امامت اسماعیلی می‌دهد که بدون نیاز به سیاسی شدن و رفتن به سوی راه حل دولت ملت و تشکیل حکومت، هدف بهبود کیفیت زندگی انسانها را در چارچوب‌های اخلاقی اسلام شیعی محقق کنه. به یاد داشته باشید که در طول تاریخ دست کم دو نمونه طولانی مدت داریم که امامت اسماعیلی در رأس حکومت است. اولی امپراتوری خلفا و امامان فاطمی است که نخستین حاکمان سیاسی شیعه مذهب جهان اسلام هستند که خلافت تشکیل می‌دهند. دومی دولت اسماعیلیان نظاری در علموت است که در حقیقت دولتی در میان دولتی دیگر است. هر دوی اینها ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی داشتند. مثلا دقت کنید به این که در هر دو دوران اسماعیلیان سکه ضرب می‌کردند که حکایت از زندگی اقتصادی اونها داشت. این دو تجربه مربوط به گذشتند. هیچ کدام از اینها را نمی‌توان دوباره تکرار کرد. دنیا تغییر کرده است. بلندپروازی‌های تشکیل یک حکومت واحد و الزام همه انسان‌ها به پذیرفتن یک مذهب واحد هم در روزگار معاصر تجربه خوشایندی نبوده است. ایجاد دیوان امامت اسماعیلی تحقق عملی الگویی است که بدون نیاز به تشکیل حکومت، هدف اصلی ایجاد جامعه اخلاقی برای بهبود کیفیت زندگی انسانها را دنبال می‌کند. از دید شما مفاهیم و مضامین کلیدی امامت اسماعیلی در روزگار معاصر چه میتواند باشد؟ طبعا میشود فهرست بلند بالایی از این مضامین ارائه داد، ولی اون جنبه‌ای که از نظر من برای فهم امامت اسماعیلی بسیار کلیدی هستند اینها هستند: اول، توازن و تعادل بین دین و دنیا. دوم، توازن و تعادل بین عقل و دین. و سوم، کثرت‌گرایی و اخلاق جهان شهری. این سه مضمون به گمان من کلیدی ترین مضامین امامت اسماعیلی معاصره.
بقیه مضامین رو به راحتی می شود از تمام اینها استخراج کرد. گاهی با نگاه به این خصلت‌ها این تصور پیش میاد که امامت یا جماعت اسماعیلی یک سر دنیوی، سکولار و مدرن به معنای اروپایی شدند و جنبه‌های الهیاتی، اعتقادی یا متافیزیکی کمرنگ شدند. یکی از کارهایی که در کتاب نخستم انجام دادم و در سالهای اخیر جنبه‌های دیگری از اون رو هم بررسی کردم که در سالهای آینده انشالله منتشر خواهد شد، این نکته است که هر سه مضمون بالا ریشه متافیزیکی دارند. باور کلیدی اسماعیلی که اعتقاد به باطنگرایی همچنان استوار به قوت خودش باقی است، قول به شهادتین و ختم رسالت پیامبر اسلام همچنان کلیدی است. باور به زندگی بعد از مرگ از گفتار، رفتار و اندیشه اسماعیلیان هیچ رخت بر نبسته، بلکه به همان قوت در زندگیشون جاری است. اعتقاد به استمرار امامت در ذریه رسول الله و فرزندان حضرت علی و حضرت فاطمه همچنان رشته اتصال تمام اسماعیلیان جهان است. اعتقاد به وجود امام حی و حاضر و موجود در هر زمانی ستون فقرات اندیشه اسماعیلی است. اسماعیلیان رو تعلیمی می نامند و تعلیم امام اسماعیلی معاصر به خیال من حول این سه مفهوم کلی می چرخد. یعنی اگر اهمیت دادن به تحصیل و آموزش با کیفیت، تأکید بر فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان علم و دانش و فناوری کلیدی است، اهمیتش از این جهت است که باید بین دین و دنیا و بین دین و خرد توازنی برقرار باشد و تمام نهادهایی که امامت اسماعیلی ایجاد کرده است در راستای تحقق این اصول کلی است. این نکته را از این جهت حائز اهمیت بسیار می‌دونم که گاهی این تصور پیش میاد که امامت اسماعیلی در روزگار معاصر تبدیل به یک سازمان خیریه و بشر دوستانه خیلی بزرگ شده است که در سطح بین المللی فعالیت میکنه. در واقع بزرگترین نهاد توسعه خصوصی جهان همین شبکه توسعه آقاخان است. اما چیزی که از چشم بسیاری دور میماند این است که تمام اینها فرعی بر اصل امامت اسماعیلی هستند. یعنی امام اسماعیلی به اعتبار اینکه خودش رو امام میداند اهتمام به امر آموزش و توسعه و بهبود کیفیت زندگی همه انسان‌ها را فارغ از مذهب، رنگ، جنسیت و نژاد وظیفه خودش می‌دانه. آدم‌هایی که کار خیریه و بشر دوستانه می‌کنن می‌توانند اختیار کنن که کار بشر دوستانه نکنن. هیچ اتفاقی هم نمی‌افتن. امامت اسماعیلی این کارها رو وظیفه خودش می‌دونه. کارش خیرات نیست. نکته دیگر این است که کار بشر دوستانه امامت اسماعیلی قاعده و حساب کتاب داره. از خطاهای رایج دیگر این است که به نهادهای امامت اسماعیلی گاهی اوقات عده‌ای به چشم یک کیسه پر از پول نگاه میکنند که مردم میتونن سمتش دست دراز کنن و طلب کمک مالی ازش بکنن. امامت اسماعیلی کارش پول دادن به مردم نیست. وظیفه اصلی امامت اسماعیلی فراهم کردن بستر و زمینه ایست برای اینکه مردم خودشون بتونن زمام سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و در واقع بتونن متکی به خودشون باشن. خودکفایی و عزت نفس آدمی برای نهادهای امامت اسماعیلی ارزش اخلاقی کلیدی است. وقتی که امام اسماعیلی مروج کثرت‌گرایی است، معناش این است که خودش به جایگاه خودش به عنوان امام حی حاضر و موجود اسماعیلیان همچنان باور دارد و دست از این نکشیده است، ولی در این حال همین امام اسماعیلی هنگام ارائه خدمات به انسانهایی که پیرو او نیستند یا حتی مشترکات اعتقادی مسلمانی را مانند او ندارند، از دین و ایمان کسی نمیپرسند. در نگاه امام اسماعیلی هیچ تفاوتی نباید مبنای محرومیت انسانی از بدیهی ترین حقوق انسانیش باشه.
حالا اینجا نکته اساسی یک تغییر رویکرد بنیادین است. بسیاری در دنیای معاصر انگام برخورد با انسان‌ها اولین چیزی که مد نظر قرار میدن این است که چقدر بقیه با ما همدل و همفکرند. حقوق انسانی آدمیان رو بر مبنای شباهت یا همراهی با افکار خودشون تعریف میکنن و بر این اساس است که به اینها خدمات میدن. امامت اسماعیلی خلاف این عمل میکنند. آدمیان مهمند چون آدمی هستند. نانشان میدهد و از ایمانشان نمیپرسند و توجه به بهبود کیفیت زندگی آنها هم برای این نیست که امیدوار باشد روزی این دیگری ها شبیه ما بشوند. امام اسماعیلی این برداشت از بنیاد خطا میداند که با دیگری فقط وقتی باید گفتگو کرد یا به دیگری فقط وقتی باید کمک کرد که امید داشته باشی روزی شبیه تو باشد. و بارها در گفتار امام حاضر به این نکته تصریح شده است. تفاوت نباید اسباب تبعیض باشد. یکسان کردن آدمیان هم نه ممکن است، نه مطلوب و نه اخلاقی. Let me emphasize a point about the concept of pluralism that is sometimes misunderstood. Connection does not necessarily mean agreement. It does not mean that we want to eliminate our differences or erase our distinctions. Far from it. What it does mean is that we connect with one another in order to learn from one another and to build our future together. Pluralism does not mean the elimination of difference, but the embrace of difference. Genuine pluralism understands that diversity does not weaken a society, it strengthens it. In an ever-shrinking, ever more diverse world, a genuine sense of pluralism is the indispensable foundation for human peace and progress. ارزش‌های اخلاقی اسلام چگونه در نهادهای شبکه توسعه آقاخان متجلی شده است؟ همانطور که پیش از این هم اشاره کردم، الگوی اصلی نهادهای شبکه توسعه آقاخان یک اصل اساسی است. وظیفه هر رهبر مسئول، هر رهبر مسئول اخلاقی از جمله رهبر دینی این است که برای بهبود کیفیت زندگی مردم کوشش کند. در جماعت اسماعیلی نقش امام حی حاضر و موجود به عنوان امام زمان به این موضوع پیوند خورده است. امامت هم چیزی جدا و منسلخ از میراث اهل بیت پیامبر اسلام نیست. دین اسلام گوهر اخلاقی دارد و این گوهر اخلاقی امری است که برای تمام بشریت مشترک است. همه نهادهای شبکه توسعه آقاخان الگوی اخلاقی دارند. هیچ برنامه و پروژه‌ای در سازمان‌های شبکه توسعه آقاخان تصویب نمی‌شود مگر اینکه شرایطی کلیدی برای اینها احراز شده باشد. به عنوان مثال، اگر برنامه‌ای در جای تعریف شود که منجر به وابستگی افراد به اون برنامه شود، معناش این است که کرامت فردی و عزت انسان زیر سوال رفته است. لذا برنامه باید به شکلی تعریف و اجرا شود که به مرور زمان وابستگی افراد رو به این برنامه ها کاهش بدهد و جوری عمل کند که خودکفایی و اتکای به نفس هدف نهایی اینها باشد. مثال دیگر این است. کسب علم و معرفت فی نفسه تکلیفی اخلاقی است. لذا نهاد ساختن برای آموزش و پرورش از ابتدایی ترین سطوح تا عالی ترین سطوح وظیفه این نهاد هاست. ولی علم و معرفت از هر جایی ممکن است بیاید. این که در حدیث آمده است که حکمت گم شده مؤمن است مضمونی مهم است. حقیقت قید و بند ندارد، رنگ ندارد، جنسیت ندارد، مذهب ندارد. دانش پژوهی مقید به دین و آیین یا باورهای قلبی پژوهنده نیست. به همین دلیل است که در این نهادها کسی سراغ احراز عقاید و باورهای قلبی پژوهشگر نمی‌رود. اصل گسترش دانش است، نه تجسس در باورهای دینی افراد. این یکی دیگر از اصول اخلاقی شبکه توسعه آقاخان است. مثال دیگر محیط زیست است. این برداشت که جهان مادی، زمین، محیط زیست امانتی است که خدا به انسان به عنوان خلیفه خود داده است، مفهومی است که ریشه در سنت مسلمانی و ریشه در قرآن دارد.
لذا تمام کوشش های امامت اسماعیلی برای مرمت بناهای تاریخی، برای پیشبرد معماری در جوامع اسلامی، ریشه در این فهم از سنت و مسلمانی دارد که زمین خانه ماست و امانتی است در دست انسان. لذا آدمی مکلف است که وقتی که از این جهان می رود، دنیای بهتر از آنچه که ابتدا به او سپرده شده بود باقی بگذارد. و این ارزش اخلاقی است. فهرست البته طولانی تر از این هاست. مؤسسه مطالعات اسماعیلی منشوری اخلاقی برای نهادهای شبکه توسعه آخان تدوین کرده است که متن فارسی اون هم در وب موجود است. این منشور در واقع به اجمال بعضی از مهمترین اصول اخلاقی راهنمای شبکه توسعه آخان رو تبیین کرده است که اگر کسی دنبال متن بگردد میتوند جستجو کند و متن رو به طور کامل بررسی کند. نکته ای که میخوام یادآوری کنم این است که اصول اخلاقی کلان و جهان شمولن. مسلمانان به طور تاریخی اینها رو ورزیدند، ولی هیچ دلیلی نداریم برای اینکه یک نفر غیر مسلمان یا غیر شیعه یا غیر اسماعیلی نتواند از همین اصول اخلاقی تبعیت کند. گاهی اوقات در نگاه عامه اصول اخلاقی با آداب و مناسک یا تکالیف شرعی روزمره خلط می شود. اصول کلان اخلاقی مادر تمامی این آداب و مناسک و تکالیف روزمره‌اند. اصول اخلاقی جهان شمول باقی میمانند، ولی این بقیه بکن نکنهای اخلاقی بر حسب شرایط روزگار ممکن است در موقعیت‌های مختلف در چارچوب همون اصول کلان اخلاقی تغییر کنند. در نتیجه باید به این جهان شمول بودن و فراگیر بودن و انسانگرا بودن شبکه اخلاقی شبکه توسعه آخان توجه داشت. همچنین نباید این را از یاد برد که به طور مشخص مؤلفه اسماعیلی در تمام این اصول جاری است. این باور که دین و ولایت پیامبران و امامان برای نفی و محدود کردن خرد آدمی نیامده‌اند، جهت دهنده بسیاری از این نهاد هاست. نکته آخری که میخواهم عرض کنم این است که بعد از 60 سال، بعد از 64-65 سال در دوران امامت امام حاضر، با توسعه و شکلگیری این سازمان ها و نهادها به شکلی عقلانی با یه پدیده جدیدی مواجهیم که پیش از این سابقه نداشته. این نهادینه شدن امامت در چارچوب بینش امامت اسماعیلی برجسته ترین دستاورد امام حاضر اسماعیلی است که به گمان من در تاریخ امامت اسماعیلی سابقه ندارد. از شما که وقت خود را در اختیار برنامه قرار دادید سپاسگزارم. امیدوارم به زودی و در فرصتی دیگر دوباره به گفتگو بنشینیم و در مورد تألیفات دیگر شما صحبت کنیم. متشکرم از توجه شما. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه من بودید. به زودی خواهم کوشید چند برنامه مستقل با تکیه بر هر کدام از فصل‌های کتاب براتون آماده کنم. همراه من باشید.